دوباره برگشتیم دوستای عزیز، در ادامه برنامه هستیم و رویدادهای مهم دنیای ورزش با هم دیگر دیدیم که نام خدا در این روزها جوانان ما خیلی هم دستاوردهای خوب دارن و با یک انرژی مثبت اینها با هم دیگرشان تمرین میکنن و دستاوردهای خوب را برای وطن ما دارن. ان شاء الله برشان دعا میکنیم که همیشه عمت قهرمان باشن و بیرق افغانستان همیشه به اهتزاز در بیاورن. دوستای عزیز، دیروز رفته بودم با یکی از کلاب‌های ورزشی از تمرینات دختر خانم‌ها دیدن می‌کردم که نام خدا دختر خانم‌ها با شور و اشتیاق کامل اونجا تمرین می‌کردن و با دیدن همین که او دختر خانم‌ها در اونجا با شور و اشتیاق تمرین می‌کردن، خیلی خودم هم انرژی گرفتم و خواستم که همراهشان لباس بپوشم و تمرین کنم و خیلی هم چیزی که برام در اونجا خیلی هم جالب تمام شد این بود که یکی از پسرهایی که خیلی هم سن خرد داشت همراهشان تمرین می‌کرد و همچنان یک پیام بر تمامی ورزشکاران داشت. با هم یک قسمت برنامه رو میبینیم، دوباره ما رو همراهی کنیم. سلام و دوباره خدمت تک تک شما ورزش دوستای عزیز. قرار که گفتم در استودیو که امروز ما آمدیم به یکی از ورزشگاه ها که اینجا کلاب استاد ابراهیم ستاره، کلاب شوت بوکسینگ هست که تمامی دختر خانم ها به اینجا با شوق اشتیاق زیاد آمدن و تمرین میکنن. میرم با هم، قرار که شما همچنان خودتان میبینین که من ملبس با یونیفرم سپورتی ورزش شوت بوکسینگ هستم و این لباسا رو پوشیدیم که آمدیم امرا با دختر خانم ها اینجا تمرین کنم. میریم اجریان تمرینات اینها دیدن میکنیم که چی تمرین میکنن، چطور تمرین میکنن و دوباره امرا اینا همچنان صحبت ها رو ادامه میدیم. با ما باشید. دوستای عزیز، از جریان تمرینات این قهرمانان دیدیم و خودم هم امرایشان خیلی هم تمرین کردم و خیلی هم امروز یک روز لذت بخش بود بر من. حالا هم میریم امرو با این قهرمانان صحبت میکنیم که این قهرمانان که شما قراره که میبینین در اینجا زمزک میزنن و مصروف کارهایشان هستن، با یکی از اینا صحبت میکنیم که چی گفتنی های دارن و چگونه تانستن که اینا در این رشته شوت بوکسینگ قهرمان باشن. میشه وقتانه بر ما بودین؟ سلام علیکم. سلام، تقدیم میکنم خدمت شما و بنده های عزیز شما، خوشامدید میگم به کمپ یخانی شوت بوکسرا. سلامت باشین. میشه خودتان یک معرفی مختصر داشته باشین تا باشه بنده های عزیز همچنان شما رو بشناسن؟ شمیلا مبارز هستم، یکی از ورزشکاران شوت بوکسینگ افغانستان. دو سال از که ما در رشته شوت بوکسینگ وارد شوت بوکسینگ شدم تحت نظر سایکو ابراهیم ستاره و یک قهرمان است که ما دو مسابقه کردیم. مسابقات اولا یک تجربه بود و دیگری برد بود. از جریان تمرینات دیگر دختر خانم ها همچنان یک دیدن میکنیم و همراهشون صحبت میکنیم اینکه این دختر خانم ها با چه قدر شور و اشتیاق آمدن و اینجا تمرین میکنن. با ما باشید. سلام علیکم. من اینجا تلاش هستم، یک تن از ورزشکاران در بخش بانوان فدراسیون ملی شوت بوکسینگ افغانستان. مدت یک سال میشه که تمرین میکنم و تا هنوز مسابقه نکردم. انشالله که به همین زودی یک مسابقه کنم. We'll be right back.
یک چیز خیلی هم جالب را که ما در اینجا دیدم که یک پسر بسیار جوانه که خیلی هم سن خورده داره در اینجا کنار دختر خانم ها تمرین میکنه. میریم امروی اونا همچنان صحبت میگاشته باشیم و ببینیم که با چی انگیزه باعث شده تا این پسر که خیلی هم جوان است و خیلی هم برای زود است آمده اینجا تمرین میکنه با ما باشه. عزیزم سلام. سلام. خوب هستی؟ خوب هستم. اسم چی است؟ تاها ستاره. بسیار خوب. تاها جان چی باعث شده که خودت آمدی در اینجا تمرین میکنی؟ یک قهرمان باش چون میخوایم در این کلاب کار کنم. آفرین. و کی خودت در اینجا آورده و کی خودت تشویق میکنه؟ پدرم. بسیار خوب. پدرت آورده در اینجا و خودت تشویق میکنه که تمرین کنی؟ بله. خب حالا که خودت تمرین میکنی مصروف کدام تمرین هستی؟ میشه نام از این تمرین رو بر ما بگی؟ شوت بوکسینگ ستاره. بسیار خوب. و دوستای عزیز میبینیم که جوانی که خیلی هم موفق است و خیلی هم سن بسیار خرد داره اینجا خیلی هم موفق رسیده و آمده اینجا کنار دیگر دختر خانم ها تمرین میکنن. و میشه بر ما بگویی که چی پیام داری و آیا کدام گفتنی چیزی داری بر بیننده های عزیز؟ بله. ورزش بکن، قوی باش، دشمن تنبلی باش و فکر آینده باش، خدایت را بنده باش. نام خدا موفق باشی انشاءالله. دوستای عزیز دیدیم که این جوان خیلی هم خرد است، با سن خرد که داره آمده اینجا کنار دیگه دختر خانم های اینجا تمرین میکنه و یکی از مشاوق های اصلیشان هم پدرجانشان است که انشاءالله همه پدرها مشاوق های همه پدرها مشاوق های به اولاد هایشان باشن و همیشه اونا را انگیزه بدن تا همیشه اونا تمرین کنن و قهرمان ظاهر شوند. حالا هم میریم از جریان دو تا دختر خانم که داخل رینگ تمرین میکنن و یا هم فایت میکنن تا دیدن میکنیم. ما را هم روی کنیم. دوستای عزیز شما قراره که میبینید دو تا دختر خانم داخل رینگ هستن و اینا با هم دیگر مسابقه میکنن. میریم امروز با اینا صحبت میکنیم که چی انگیزه باعث شده که اینا بیاین و در اینجا تمرین کنن. سلام بر شما. سلام. به نام یاد خدا سمیتا خلمی هستم، یکی از ورزشکاران در شوت بوکسینگ. بسیار خوب. سمیتا جان بر ما بگو چقدر مدت میشه تمرین میکنی و اینجا مصروف چیکار میکنی؟ مدت یک سال میشه تمرین میکنم و اینجا با دوستم تمرین فایت میکنم. بسیار خوب. در مورد مسابقاتت همچنان بگو، در این کلاب که هستی و در این مدت که تمرین میکنی چقدر مسابقات انجام دادی و چی دستاورد های کافی داشتی؟ تا هنوز یک مسابقه کردیم که دکارتا بودم و مدال نقره داشتم. بسیار خوب. موفق باشی انشاءالله. مزاحم کارتون نمیشیم. هجریان تمرینات شما انشاءالله دیدن میکنیم. عزیز حالا هم میریم امروز با استاد کلاب، استاد ابراهیم ستاره که رئیس و رئیس فدراسیون شوت بوکسینگ در افغانستان هستن صحبت میکنیم. ما را همراهی کنید. سلام علیکم. خوب هستین استاد؟ سلام علیکم. خوب هستین؟ شامتون بخیر. سلامت باشین. تشکر. دوستای عزیز استاد ابراهیم ستاره کسی است که شما با چهره و با نامش آشنایی کامل دارین و اینا کسی هستند که رئیس و بنیانگذار شوت بوکسینگ در افغانستان هستند که خدمات خیلی هم زیاد را برای دختر خانم ها و بر آقایان در اینجا انجام دادن. بیشتر میریم امروز با خودشون صحبت میکنیم که با چی انگیزه اینا اومدن اینجا کلاب را ایجاد کردن و چی باعث شده که اینا دختر خانم ها را با یکقدر انگیزه کامل و با یکقدر شور و اشتیاق کامل اینا بیان اینجا تمرین بدهشان. استاد قرار که گفتم شما خیلی هم نام خدا موفق درخشید و یک قهرمان هستین در افغانستان، میشه هدف از این رو بگوین که با چه انگیزه شما آمدین اینجا کلاب ایجاد کردین و با یه قدر انگیزه کامل که شما دارین اینجا دختر خانم ها رو تمرین میدین؟ تشکر. سوالتون بالاتر از این انگیزه دیگه نمیشه داشت که باید به با عنوان یک افغان، به عنوان یک شهروند دین خود مقابل وطن خود ادا بکنی. هر کس هر رشته ای که به حساب دسترسی داره، درس علم و دانش و هر گپی که هست، ما هم درس ورزش خواستیم به وطن خود خدمت بکنیم. از طریق ورزش خواستیم که بار بار بتونیم بیرق وطن خود به اعتزاز در بریم و تلاش کردیم که مکانهای ورزشی را فعال بسازیم، خصوصا برای بخش خواهرها. اینا مشکلات زیاد دارن در قسمت ورزش، امکانات فراهم کردیم که انشاءالله بتونن در کنار برادرهای خود
اصابت داشته باشم و مهمتر از این که ما خانمای صحتمند و قوی داشته باشیم. طبعا همونطور که شاعر میگه که نسبه به حساب خانم ها باید نیست گهواره را تکان میده، باید نیست جهان را تکان میده. پس ما به خاطر که جهان را تکان میدهیم خانم های قوی لازم داریم، مادرهای قوی لازم داریم. پس تنها راه قوی بودن و صحتمند بودن چون ورزش کردن. اما هم خواستیم من در کاری کرده باشیم برای خانم ها تا بتونن نام در جامعه تا تو مفید واقع کرده. بسیار خوب دوستای عزیز، واقعا استاد ابراهیم ستاره خیلی هم کوشا بوده به اینکه دختر خانم های دختر خانم ها را قهرمان تربیت کنه و بتونه که یک روز دستاورد خوب داشته باشه، مثل که خودشان نام خدا قهرمان هستن و دستاورد های خیلی هم زیاد را داشتن. استاد، در مورد مسابقات این دختر خانم ها بگوین که تاکنون قرار که ما هم شنیدیم و شاهد بودیم دختر خانم ها در اینجا مسابقات زیاد را انجام دادن. این مسابقاتشان از طرف کیها برگزار میشه و چقدر شما زمانی که نام از مسابقات میشه بالای دختر خانم ها تامینات تون زیاد میکنین تا بتونین که یک دستاورد خیلی هم خوب داشته باشین؟ متشکرم. مسابقاتی که تاکنون ما رشته بوکسینگ برگزار کردیم با حمایت کمیته ملی المپیک برگزار شده. اینجا دارم تشکر بکنم از رئیس صاحب جنرال صاحب ظهیر اخبر که با ما همکار بودن. اما خب طبعا مشکلات ورزش زیاد است، ورزشکارا مشکلات خود دارم. سعی کردیم مسابقات برگزار بکنیم وقتاً با وقتاً تا به خاطر که تجربات ورزشکارا زیاد شوند. و خوشبختانه مسابقات پیشروی داریم در 25 مارچ در کشور تایلند، مسابقات جهانی است. امیدوار هستیم که اسپانسر یا حمایتگر مادی داشته باشیم. از لحاظ معنوی ورزشکارا آماده هستن، تلاش میکنن، تمرین میکنن، زحمت میکشن، آسیب میبینن و یه عشق که بدانم بیرق وطن خود بیتو دارد. اما مصارف از مسابقات که طبعا زیاد است، چیت داخلی باشه خارجی باشه، من توقع دارم از دولت مندا، از المپیک، از تجارا، از ورزش دوستا، حتی اونایی که میخواین که بیرق افغانستان به اعتزاز در بیارن همکاری بکنن، ورزشکارا را حمایت بکنن، هم همکاری مادی هم معنوی، به خصوص مادی. معنوی خودشان تلاش میکنن، زحمت میکشن، خودجوش زحمت میکشن، عرق میریزن، طبعا رشته رزمی یک رشته ثقیل اساسی میبینن، اما حتی اون درد هم تحمل میکنن به خاطر به ایش قضیه که بتونن امروز وطن خود بیرق وطن خود به اعتزاز در بیارن. حداقل در قسمت مصارف مادیش همکاری شوه، خانواده را خواهش میکنم همکار باشن، تشویق کنن اولادای خود را، طبقه اونا چی طبقه زکور، تا بتونیم توسط ورزش یک کشور سالم داشته باشیم، ملت سالم داشته باشیم و در جهان ثابت بکنیم که مردم ما بر انتحار انفجار ساخته نشدن، اینا فقط برای کسب کردن افتخار خلق شده. سلامت باشین، تشکر از اینکه وقتتون رو بردارید. تشکر از تشویقهای شما که همیشه عامی ورزشکارا بودن، مسابقه ورزشکارا بودن، به خصوص قسمت بانوان. سلامت باشین، تشکر. دوستای عزیز، صحبت‌های امرو با استاد ابراهیم ستاره را شنیدیم. امید به این دارم که مسئولین تجارا و کسایی که ورزش دوست هستن همیشه حامیان این ورزشکارا باشن و همیشه پشتیبان باشن تا باشد این ورزشکارا همیشه دست پر در عرصه ورزش داشته باشن و بیرق افغانستان همیشه به اعتزاز بیارن.